بنابراین موتور و در نهایت برای به حرکت در آوردنش سوخت به این تازه وارد عرصه صنعت افزوده شد که به سرعت توانست جایگاه ثابت و تأثیرگذاری را برای خود مهیا کند. با شکل گیری و تثبیت صنعت هوایی و با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، شرکت‌های هوایی بر آن شدند تا مدل‌های جدیدی را با در نظر گرفتن این نیازها به دنیا معرفی کنند. هواپیماهایی با کاربردهای تخصصی تر که آنها نیز برای بلند شدن از روی زمین حتی با بکار گرفتن تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته در آخر تنها و تنها همچنان نیازمند سوخت هستند. اما حفاظت از این ماده حیاتی برای هر شی پرنده به یکی از دغدغه‌های اصلی و اولیه سازندگان تبدیل شده. این موضوع بعد از ورود پرنده‌های جدید با کارایی‌های متفاوت از هواپیما به عرصه رقابت هوایی بیشتر احساس کردید. چون این پرنده که نام بارگرد بر آن نهادند در ارتفاع کمتری از هواپیما پرواز می‌کرد و در هنگام نبرد به نسبت یک هواپیمای جنگی در معرض خطری بیشتری قرار می‌گرفت، تا جایی که نفرات دشمن حتی با یک سلاح انفرادی می‌توانستند اسباب انهدام آن را فراهم سازند. مخازن سوخت در هواپیماهای نظامی در بخشی از سازه اصلی آن قرار دارد، ولی برای انجام مأموریت‌های طولانی‌تر دو مخزن مستقل اضافی زیر بال نصب می‌کند. اما در مورد بالگرد، مخازن فلزی که باید نگهدارنده سوخت و تداوم بخش حیاتش باشند به یک نقطه ضعف تبدیل گردید. سازندگان بالگرد با پی بردن به این نقاط ضعف بران شدند تا مخزن سوختی بسازند که چند ویژگی جدید داشته باشد. اولا برخورد گلوله به آن موجب ایجاد منفذ و پارگی و نشت سوخت نشود. ثانیا جنس آن بگونه‌ای باشد که در مقابل آتش مشتعل نگردد و به علاوه بتواند به راحتی در نقاط مشخصی از کابین بالگرد قرار گیرد. بدین ترتیب آنها نوعی مخزن لاستیکی و انعطاف پذیر را در اشکال مختلف ساختند. هرچند این فناوری تازه امنیت بیشتری را نصیب بالگرد و سرنشینانش کرد، اما تبدیل به ابزاری شد در دست کشورهای صنعتی تا با تهدید و تحریم کشورهای دیگر امنیت اقتصادی آنها را به خطر اندازند. برای ما نیز این اتفاق افتاد، به ویژه اینکه بالگردهای کشورمان یک دوره 8 سالی نبرد با متجاوزین را پشت سر گذاشته و نوسازی و بازسازی ناوگان از ضروریات گشته بود. کارشناسان نظامی و متخصصین صنایع هوایی و محققین و پژوهشگران دانشگاه مالک اشتر در وزارت دفاع در یک مأموریت هماهنگ بران شدند تا این نقاط تهدید را برطرف نمایند. بنابراین پروژه ساخت و تولید انبوه مخازن سوخت انعطاف پذیر در دستور کار این گروه قرار گرفت. مطالعات اولیه و بررسی‌های آزمایشگاهی برای تعیین نوع مواد تشکیل دهنده این محصول نشان داد که لایه‌های مختلفی با خواص گوناگون در ساختمان این مخازن به کار گرفته شده است. مخزن سوخت انعطاف پذیر یک کامپوزیت الاستومری چند لایه‌ای شامل لاستیک‌های مصنوعی، پارچه‌ها و کورت‌های مصنوعی، فیلم نایلونی و لاستیک سمقی است که طی 5 سال کار تحقیقاتی و انجام آزمایش‌های مختلف ترکیب و نحوی ساخت آن به دست آمده است. با انجام آنالیزهای متعدد جوانان و متخصصین این مرز و بوم توانستند مواد اولیه ساخت این لایه‌ها و خواص آنها را به دست آورند. بنابراین لایه‌های تشکیل دهنده با استفاده از مواد به دست آمده به وسیله دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نظر ساخته شد. ابتدا قالب‌های چوبی تخریب شونده
که دقیقاً همشکل و در ابعاد مخزن واقعی است ساخته شدند تا بتوانند لایه‌های مورد نظر را روی آن بپیچند. لایه‌های پارچه‌ای مخصوص، لایه‌های لاستیکی و لایه‌های چسبی با روش تعیین شده روی این قالب قرار می‌گیرند. در بین مجاری ورود و خروج سوخت و همچنین بست‌های نگهدارنده مخازن در محل‌های مناسب روی این قالب تعبیه و مستحکم می‌شوند. با تکمیل عملیات ساخت مخزن به منظور ترکیب لایه‌ها با یکدیگر و به دست آوردن استحکام مورد نیاز، این محصول را درون کوره حرارتی با درجه و زمان مشخصی قرار می‌دهند. بدین ترتیب مراحل ساخت مخزن به پایان رسیده است. برای اطمینان از عملکرد صحیح این محصول در شرایط واقعی می‌بایست قبل از عملیاتی شدن تست‌ها و آزمایش‌های مورد نیاز انجام پذیرد. لذا آن را در مراحل آزمایشات میدانی قرار می‌دهند، یعنی شرایط واقعی خطر و تهدید را به وجود می‌آورند. شرایطی همچون عدم نشت سوخت به بیرون مخزن در موقع برخورد گلوله به آن و همچنین عدم اشتعال در هنگام شلیک. عدم ایجاد منفذ و پارگی در موقع برخورد بارگرد به زمین با انجام تست سقوط مخزن مملو از مایع از ارتفاع. و همچنین صدمه ندیدن مخزن در تکانهای شدید با انجام تست ارتعاش. بررسی عدم وجود منفذهای ریز با تزریق هوا به داخل مخزن. با انجام آزمایشات مختلف و اصلاحات لازم، سرانجام مخزن سوخت انعطاف پذیر مطابق با استانداردهای جهانی به دست جوانان ایرانی به مرحله تولید رسید.